مریخ با وجود داشتن پتانسیل بالا برای کشف حیات فرازمینی همواره چالش‌های بسیاری را پیش روی بشر قرار داده است. فاصله زیاد مریخ با زمین و احتمال بالای شکست مأموریت‌های مربوط به فرود مریخ نورد بر سطح این سیاره به علت شرایط نامساعد جوی از موانعی است که از سال 1960 به بعد مأموریت‌های بسیاری را با شکست مواجه کرده است. با وجود این، به تازگی سه کشور آمریکا، چین و امارات متحده عربی توانستند مأموریت‌های چالش انگیز سیاره سرخ از جمله استقرار مدارگرد یا فرود آوردن مریخ نورد روی این سیاره را با موفقیت انجام دهند. در این ویدیو به مرور مختصر این سه مأموریت فضایی می‌پردازیم. ایالات متحده آمریکا، مأموریت کاوشگر پشتکار. مریخ نورد پیشرفته ناسا موسوم به پشتکار سرانجام پس از گذراندن سفری 7 ماهه روز پنجشنبه توانست مأموریت دشوار و پیچیده فرود روی سیاره سرخ را با موفقیت انجام دهد. محل فرود مریخ نورد ناسا گودال جزرو نام دارد، مکانی که در زمانهای بسیار دور بستر دریاچه عظیم در مریخ بود. فضاپیمای حامل این مریخ نورد پس از ورود به اتمسفر مریخ با سرعت 19000 کیلومتر بر ساعت در طول 7 دقیقه روی این سیاره فرود آمد. مدت زمانی که ناسا از آن به عنوان 7 دقیقه وحشت یاد کرد، چرا که در طول آن فضاپیما باید یکی از دقیق ترین و چالش برانگیزترین مراحل سفرهای فضایی رباتیک را به شکل خودکار انجام میداد. مریخ نورد پشتکار بلافاصله پس از ورود به اتمسفر سیاره سرخ با استفاده از یک چتر نجات سرعت خود را کاهش داد و سپس با استفاده از چند راکت ورود بی خطر و کنترل شده ای روی این سیاره را تجربه کرد. پس از جمع آوری نمونه سنگ های مریخ، این سنگ‌ها تا سال 2030 به وسیله 2 مأموریت دیگر ناسا و آژانس فضایی اروپا به زمین آورده می‌شوند تا مورد بررسی قرار گیرند. امارات متحده عربی، مأموریت مدارگرد امید. امارات دیگر کشوری است که توانسته موفقیت مأموریت فضایی خود به مریخ را جشن بگیرد. مأموریت فضایی این کشور که طی همکاری با آمریکا و ژاپن به ثمر نشست، توسط مدارگرد امید انجام شد و 9 فوریه امسال همزمان با 50مین سالگرد تأسیس این کشور به سیاره سرخ رسید. این مدارگرد که نخستین مأموریت فضایی بین سیاره‌ای کشورهای عربی است، طی 2 سال به مطالعه سیاره سرخ خواهد پرداخت تا دلایل از بین رفتن بخش اعظم اتمسفر مریخ را بررسی کنند. مریخ در سالهای بسیار دور سیاره گرمتر و مرطوبتر بود، به گونه ای که هنوز هم نشانه های وجود دریاچه های بزرگ باستانی در آن دیده می شود. امارات همچنین قصد دارد ضمن مطالعه آب و هوای مریخ به تهیه نخستین نقشه جامع از این سیاره بپردازد و با پیشرفت در بخش علم و فناوری وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهد. چین، مأموریت تیانون 1. چین که در سالهای اخیر توانایی بالایی در انجام موفقیت آمیز مأموریت‌های دشوار فضایی از خود نشان داده، مدارگرد مربوط به مأموریت تیانون 1 را 10 فوریه در مدار مریخ قرار داد. این مأموریت متشکل از یک مدارگرد و یک مریخ نورد است و طبق برنامه پس از چند ماه بررسی مریخ توسط مدارگرد، مریخ نورد تیانون 1 برای انجام بررسی‌های دقیق‌تر روی سیاره سرخ فرود خواهد آمد. در صورت فرود موفقیت آمیز این مریخ نورد، چین پس از آمریکا به 2مین کشوری تبدیل می شود که توانسته یک مریخ نورد را با موفقیت روی این سیاره فرود بیاورد. نتایج این 3 مأموریت می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا زمانی در منظومه شمسی حیات در سیاره دیگری به غیر از زمین در جریان بوده یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، جستجو برای حیات فرازمینی در سایر نقاط جهان هستی با امید تازه‌ای همراه خواهد شد.